امروز قرار که با این 100 دلاری اتاقمو یه لول ارتقا بدم و وسایل‌های مختلف بخرم. و اگه با دلار روز حساب کنیم 100 دلار مساوی با 5 میلیون تومان و 5 میلیون تومان پول دارم که وسایل‌های اتاقمو عوض کنم. این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین چون یه ویدیو کاملا متفاوت و جدیده. بچه الان رسیدم جلوی مغازه‌ای که قرار بریم یه روتختی بخریم. مغازه‌ش هم همین بغله. آقا بریم ببینیم روتختی هست که با اتاقم بیاد. حالا البته ستم نشدم نشو زیاد مهم نیست. ولی یه روتختی خیلی خوشگله خوبه. دوستی باید بریم پیدا کنیم. خب بچه بیاین از روی کاتالوگ طرح روتختی انتخاب کنیم. اوه دافولی. نه وایسین اینا نه. یه طرح ساده. این چقدر خوشگله وایسو. آقا این خوبه نه؟ بچه‌ها این طرحش خوشم اومد. بریم مدل‌های دیگه هم ببینیم. دوستم یه چیز ساده باشه. آجی چقدر رنگاشون طلایی تو رو نگاه کنید. طلایی و سلطنتی. اوه اوه اینو نگاه کن. وایسا اینو نگاه کن. اینو با تو قصر استفاده کن. اینجا رو تختیه خیلی زیادی داره ولی خب اینا اکثرا طرحاشون گلگلی و ایناست. الان نگاه کنید مثلا اینجا یه طرحی بود که اینجا بچگونه است. اون تهمه‌ها اگه دقت کنی واسه زوم کنم به درد داشلی نمیخوره. بچه من باید یه بالشم انتخاب کنم. وایسی بچه من بالش ندارم، یعنی بالشم به درد نمیخوره. الان بالش تپی دیدم، این خیلی نرمه و دستم چرا انقدر قرمز. یا خدا این یکی بچه سرد کن داره، یعنی فشار میدیم و سرمونو میذاریم خونک میکنه. نمیدونم چه چیز عجیبیه ولی شاید این سمت راستیه رو بردم، این خیلی بهتره، نرمتر. اون یکی خیلی زاویه داره. بچه انتخاب کردم، همون ساده شد. مکه رفتیم؟ نه متاسفانه. دوست داریم بریم؟ نه. خب بچه من یه بالش طبی خریدم به قیمت 2,500,000 تومان، یعنی الان ما کلا 5,200,000 تومان پول داریم که 2,500,000 تومانش رو دادیم به یه دونه بالش طبی. به علی دروغ میگی. و رو تختی هم که سفارش دادم بچه همین ته شد که اینم قیمتش 1,300,000 تومان بود. اسپانسر این ویدیو هم فروشگاه PSX استوره که شما میتونید هر محصول گیمینگی که بخواید با بهترین قیمت ازشون خریداری کنین. حتی یه محصول خیلی خفنی دارن که من خودم ازشون خریداری کردم، یه مودمه که بهتون اینترنت بین المللی میده، یعنی بدون هیچ اپلیکیشنی شما میتونید خیلی راحت اینستاگرام برین، یوتیوب برین و دیگه دنگ و فنگ کانکت شدن رو نداشته باشین. حتما به فروشگاهشون سر بزنین، وبسایت و پیج اینستاگرامشون هم داخل دیسکریپشن گذاشتم. حتی این ویدیو رو شما شاید توی چند روز مختلف ببینین، یعنی توی یه روز کل ویدیو رو نگرفتم. بچه من اومدم اون بالشی که خریده بودم هری روز بود فکر کنم، آره اونو اومدم بچه پس دادم و این یکی رو خریدم. این یکی خیلی بهتره، قابلیت خنک کنندگی داره اصلا بابا بنازم. گفتم از این برم هوا گرم میشه و بالشمونم خنک کنه چه بهتر. اومدم بالشه رو عوض کردم. الان فقط یه ساعت فروشی میخوام که یه ساعت خریده بودم که بندش خیلی بلنده، اون بندشو بریم کوتاه بکنیم. بعد بند ساعتم بچه بعد یه جا بریم که یه چند تا عکس هست که میخوام تابلوهای اتاق عوض کنم، عکسای اونو بدم چاپ بکنن. بعد میریم خونه اونا رو عوض میکنیم. بعد یه چیز دکوری هم میخوام بخرم، یه دونه کشتی، یه کشتی همجور موکت معمولی، فقط نمیدونم کجا میفروشه، باید برم بگردم و اونم پیدا بکنم. بچه اینم از اکسا، نگاه کنید، just do it باشین همیشه. آقا الان بریم دیگه سمت کم کم خونه و فیلم گرفتم. خب بچه این الان اتاق منه. بعد نخواستم چیز بکنم مثلا از قبل تمیز کنم بگم داشتی همیشه اتاقش تمیزه، نه همینجور منم آقا ویدیو بگیرم که خودمونی میگی من و شما دیگه. این اتاق هم برای منه هم برای شما. آقا این از میز کاره که فعلا اینجوره، اون اثرات ویدیوهای دیشبه که اونجا نه دستمال وایسه ببینم. بچه ها ویدیو های دیجا منظورم اینجا رو نگاه، منبع سیمه. بچه های گرم اینجا رو ببینم. آقا این اینجا چکارم بر لباسی که تنم. اگه الان میپرسیم که کیس کجاست بچه ها، من کیس رو دادم رفت دیگه، استوریش هم گذاشم. اون کیس باعث شد که داشت این ویلمون کن. آقا اون کیس رو من دادم به آبجیم چون برای آبجی مونده، اصلا برای خودم نبود. و اینکه آقا این اتاق کارمونه که از دیشب اصلا تمیز نکردم، اینجا داشتم ایده ها رو مینوشتم. و بچا اینجا رو تغییر آنچنانی نمیدونم واقعا چی بخرم. اگه شما نظری دارین توی کامنت ها حتما بنویسید. اگه دوست دارید که مثلا یه چیزی بخرم و اینجا بذارم به نظرتون خیلی خفن میشه. بچا سیستم اگه میخواین بگین، سیستم حالا تو برنامه‌م هست ولی خب یه سورپرایزایی براتون دارم که فعلا سیستمو نمیخرم و سیستمی که جم کردمم 190 میلیون یا 180 میلیون شد.
چه وایده این پشمام. اوف اوسک. آقا این طرف هم که سلام، لایک کن ویدیو رو، لایک کنید تلویزیون رو، نمیدونم اون لامپ و اینجور چیزا چیز خاصی نیست، اون جعبه هم که یه سورپرایزه. و بچه ها قرار بود چیزایی که بخریم هم بهتون الان نشون بدم. الان یه چیزم خریدم که بهتون گفتم و پیداشم کردم، فقط اونم طرف احساس میکنم کرد تو باچه هم خیلی گرون شد. آقا این کشتی ها رو من خریدم، خیلی کشتی خوشگل هستم. ببین بچه ها یک شفه هم خواهیم سواره این کنیم بریم کجا بریم؟ نمیدونم، هر جا که شما بگید. بچه من این کشتی رو خریدم 550 تومن. البته فکرم اوکی دیگه 550، چون چوبه واقعا خیلی کشتی خوشگلیه. اینو میخوام بذارم اون بالا. حالا این باکسه بچه ها الان نگاه میکنید چیز خاصی نداره، چون این لایت ها رو گذاشتم اونجا، دوتا فانگو پاپه، اون یه دونه نل اسب و اونجا سنگ نمک و یه دونه این دگروت و منگروت هستم. What؟ و وسایلی حالا خاصی نداره، یعنی میخوام براش بخرم. آقا رو تختی هم که از این رو تختی دیگه متنفر شدم، سفارش دادم که یکیش بیاد. این بالشیه که الان خریدیم و لباسای داشلی رو میبینید. و اگه براتون بچه ها سوالی که چه لباسای من اینجاست، چون داشتی گوشادش میاد که بره اون اتاق و از تو کمد لباساشو برداره، نصف لباسام اون کمده و لباسایی که اکثرا برای ویدیوها یا مثلا سری حاضرشم برم بیرون و گذاشم دم دست که اینجا خیلی به نظرم راحت تره. بعد تابلوها، آها بچه ها این همون تابلوهایی که قراره عکساش تغییر بکنه. الان یک ساله که این عکساش ثابت مونده، فقط این آدم فضایی خیلی سیسه خوبی داره. بعد اینجا هم که بچه ها کاغذ دیواری میخوام بکنم، کل اینجا رو میخوام رنگ سفید بزنم، چون توی ویدیوها الان نگاه کنید نارنجی خیلی خوشگله، ولی خب توی ویدیوها آنچنان خوشگل دیده نمیشه. و کاغذ دیواری هم برای اینجا باید برم انتخاب کنم و بخرم، فقط این دیوار رو میخوام یه ساده سفید بزنیم. بعد بچه ها عکسایی که چاپ کردم اینجا حالا اینا رو میریم الان میذاریم توی گاو. اون از کشتیمون. آقا بالشه گفت که سرد کن داره، این مثلا سرتو میذاره روی باله سرد میکنه. بیاین تستش کنیم ببینیم واقعی یا نه. شما هم اکنون آنباکس خفن ترین و گرون قیمت ترین بالش جهان رو میبینید. داشتنی داره چرت و پرت میگه. آقا بالش نه گرونه نه چیزی، گرون که نمیدونم دو منو گرون، گرون آنچنانی نیست. آقا بالش اینه، بذار ببینیم. خب چقدر ترتمیز اوسکیه. ببینید بچه اینجا رو دقت کنید، یه چیز مربع تور داره آبی رنگه، اون همون چیزیه که سردش میکنه. بعد بقلم این شکلیه، بذار ببینم چقدر نرمه. اوه بچه داره خونک میشه پشمو. هیشکی مثل من تو رو دوست. اوه واقعا سرد میکنه پشمو. ما ال پیشرفت کرده بچه. من رفته بودم بیرون یکم خرید بکنم و باشگاه رفته بودم. آقا الان بریم عکس های این تابلوها رو با هم دیگه عوض بکنیم. و بچه کاغذ دیواری هم خریدم و بیاین کاغذ دیواری هم بهتون نشون بدم. بچه ببینید کاغذ دیواری طرحش اینه، نمیدونم الان بافتش مشخص یا نه، نگاه کنید یه بافت خیلی ساده ای داره، بعد یه خطای کوچیکو بازش بکنم. و بچه ها کاغذ دیواری که خریدم شد 800,000 تومان، یعنی دوتا رول که خریدم هر رولش 400,000 تومان پولش بود. و این نصابی که داریم میبینیدم بچه ها 300,000 تومان گرفت که این کاغذ دیواری ها رو چسبون. خب بچه ها بریم دونه بدونه این تابلوها رو با هم دیگه برداریم و عکساشون رو عوض کنیم. بچه ها من فکر کنم تقریبا یه هفته یا دو هفته میشه که بچه ها من اصلا چای نخوردم و الان ببینید تو چه لیوانی دارم چای میخوام. لیوان بشکست بیشتر، این یک لیتریه، نه یک لیتر نیست ولی خب خیلی بزرگه. بریم آقا چایمون رو ما بخوریم و بریم این نکسارا ما هم دیگه عوض بکنیم. حسینم نور اینجا شب خوبه. اوه داشتی دو 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 بچه اینجا رو نگاه کنیم، این پشتم تاریک. آه نورش خیلی خوبه، این روتوش کرده انگار صورتمو. خوف داره عکسامون حتی با روتوش. بچه واقعا علم پیشرفت کرد. بچه الان میخوام عکس این تابلو رو عوض کنم، بیاین عکس ها رو بهتون نشون بدم چه عکسایی حالا آماده کردم. احتمالا اینجور که من دارم پیش میرم بچه از 5 میلیون بیشتری بشه، از $100 بیشتر بشه اوکی، ولی خب کمتر زیاد دوست ندارم که چالش همچین الکی باشه، ولی بیشتر باشه به نظرم بهتره. پس بچه شما هم تو کامنت حتما بنویسید از این چالش رو بریم، مثلا $100 اتاق رو تغییر بدیم با $100 ماشین رو تغییر بدیم. اگه دوست دارین حتما این ویدیو رو لایک کن، همین الان توی کامنت هم کلمه پارت 2 مثل همیشه یادت نره. خب بچه من اینو سلفی کردم که راحت خودم ببینم عکس ها. بچه اینه نگاه کنید، یه دونه این عکسه که نمیشم just do it، یعنی فقط انجامش بده، یعنی الکی نگیم که من میخوام این کار انجام بدم. بچه اینم عکس بعدی اونه که خیلی باحالک گنگ تور و همچین، نمیدونم از این عکس خیلی خوش آمد، خیلی عکس باحالیه. عکس بعدی اونم که دیگه داداشم به به آقا اندروتیت هستن دیگه. بچه اینم اندروتیت رو همه تون میشناسید، چون بچه واقعا من دورش و اینا رو حالا دیدم، حرفاش خیلی خوب.
پیشنهاد میکنم که همتون برین دورش رو ببینید. البته زیادم پیشنهاد نمیکنم چون حالا من مدرسه اینا تموم شده، دانشگاه هم که دیگه میخوام یه چند ماهه دیگه تموم بشه. بچه‌ها حرفایی میزنی که واقعا خیلی فکت و از من درس خوندن و اینا آدم منصرف میشه. آقا یه دونم NFT تور این عکس خیلی به نظرم باحال، یه میمون و خیلی خوشم اومد از این. یه سری توضیح بدم آقا، اینم عکس چند تا دلار مولار و پول و اینا. اینم یه دونه عکس بچه جی کلاس بود دیگه، بنز جی کلاسه که خیلی عکس باحالیه. الان میخوام اینا رو جابجا کنم، الان مثلا این جی کلاسه برای همین تابلو است. ببینید یه همچین چیزی میخواد بشه. بریم اینا رو عوض کنیم. Put you in a great 6 feet like candy. خب بچه من تابلو رو الان توی گاواشون گذاشتم، فقط بچه این عکس رو من عوض نکردم چون این عکسش تقریبا خوبه و اون یکی دلاری که چاپ کرده بودم یکم تیره بود، زیاد باش حال نکردم. الان هم بریم تابلو رو آویزون کنیم از دیوار، ببینیم چه شکلی میشه. خیلی خفن شد از روتیت و دلار و جی کلاس، اصلا خیلی چیز باحالیه تغییر خوبه. بچه چاپ عکس اون تابلو شد 120,000 تومان. 120,000 تومان یارو ازمون گرفت و این عکسایی که میبینید و چاپ کرد. بچه تقریبا دیگه کارا تموم شد، فقط باید منتظر بمونیم که رو تختیمون که سفارش دادیم از تهران برسه. این کشی هم که خیلی کشی باحالی بود. و بچه کاغذ دیواری هم باید به نصابش زنگ بزنم و بگم، فردا بهش میگم نصابش بیا تا این کاغذ دیواری رو بزنم، اونم نمیدونم که چند روز میخواد طول بکشه. فعلا بریم تا اون روزی که نصاب بیاد و اینکه رو تختیمون هم بریم. آقا هیچکی ندونه فکر میکنه ما اینجا کتک خوردیم. آقا رو تختی هم رسید بالاخره. بچه طرحش اینه، به نظرم چیز خوبیه، اون همون بالش تپی خودمونه و رو تختی هم الان انداختم خیلی خوبه. چاپش یکم انتظار داشتم بچه رنگش بهتر میشد، ولی خب به نظرم خوبه. حالا من جنس ترک میخواستم، ولی خب یارو گفت که جنس ترک نمیدونم 2 ماه طول میکشه بیاد. این چرتو پرت. بچه من نیازی که پرده اتاقم هم عوض کنم چون از چند قسمت پاره شده، بعد عوضش کنم. الان داشتم از مامانم میپرسیدم که این پرده پذیراییمون از کجا خریده، برم دقیقاً مثل همین سادهشو بخرم و برای اتاقم وصل کنم، ولی الان شب شده و باید فردا صبح اول وقت برم پرده رو بخرم و قیمتش هم بهتون میگم که چند تومن شد. سلام دوستان، بچه من پرده رفتم صبح خریدم و بیرون یکم کار داشتم، دانشگاه هم داشتم، رفتم اومدم تا پرده رو وصل کنم، هوا هم دیگه تاریک شد. آقا من پرده رو بالاخره نصب کردم، بیام بهتون از نزدیک نشون بدم. بچه ببینید پرده کاملا ساده است و قیمتش هم خیلی خوب بود، کلا 400,000 تومان شد. فقط بچه یکم نیاز به اتو داشت، کاش من اتو میکردم. و اینکه یارو این پایناشو گفت یه چیزی اسمش بود، قرنیزه همچین اسمی گفت، باید از اونا بندازم که بچه این کشیده بشه و اینجور بیاد سمت پایین تا خیلی صاف و دقیق وایسه. خب بچه بگید ببینم کیا یادشونی اینجا کجا بود. اینجا ما چند تا داشالی ویدیو گرفته، حتما تو کامنتا بگید، میخوام بیام ببینم. خب بچه این بهتره، ببینید یه رودخونه هست اینجا، اصلا آدم لذت میبره. و اینکه بچه بیاین جلوتر یه چیزی هم بهتون نشون بدم. یارو اومده داره اندازه میزنه تا کاغذ دیواری ها رو نصب کنه. خب الان داریم کاغذ دیواری ها رو بچه اندازه میکنیم که روی دیوار اونا رو بچسبونیم. الان چسبشون رو باید آماده کنیم که پشتش بزنیم. بچه اینم از چسب کاغذ دیواریمون، اینو کلن چسب مالی میکنیم و بچسبونیم به دیوار. بچه واقعا کار یارو سخته، یه کوچولو اشتباه کنه کلن کارش کج میشه. آقا بریم برای لایه دوم و چقدر داره باحال میشه اتاقا. اوه بچه کار رو نگاه کنی، یارو اومد کاغذ دیواری رو زد کلن و تموم شد. الان به نظرم خیلی بهتره که ساده سفید شد. قشنگ اینجور نگاه کنی رنگ و نور و اینا رو، رنگ سفید خیلی بهتر از نارنجی نشون میده. فقط باید فرصت کنم و این لوگو من روی این دیوار بزنم. خب بچه ها فکرم این یکی از عجیب ترین ویدیوهایی بود که داشتم رکورد میکردم، چون بچه رکورد این ویدیو نزدیک 1 ماه طول کشه چون تو روزهای مختلف داشتم رکوردش میکردم. شاید اصلا شما ویدیوهایی دیدین که بک‌گراندم هم همون سفیده، یعنی قبلا اینا رو دیده باشه. و اینم بود از چالش 100 دلاریمون که با 100 دلار اتاقمون رو ارتقا دادیم. اگه دوست داریم با این 100 دلار دوباره حرکت‌های دیگه‌ای بزنیم، فکر کنم دوباره داشلی یه ایده جدیدی آورد و قرار ویدیوهای خیلی خفنی رکورد کنیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و کل مبلغم بچا تقریبا نزدیک 5,920,000 تومان شد، یعنی از 100 دلار هم یکم بیشتر شد، ولی از سریای بسایم هم که واقعا دیگه 100 دلار باشه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و پیج اینستامون هم فالو کنین. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما ببین که خیلی ویدیوهای خفنیه و مطمئنم عاشق ویدیو میشی. خیلی خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و تا یه ویدیو دیگه بدرود.